احتمال جنگ قریب الوقوع بین حزب الله لبنان و اسرائیل گواهش واکنش کشورهای غربی است از اطبایشان خواستند که بیدرنگ خاک لبنان را ترک کنند نشانه دیگر را اینجا میتوان یافت در فرودگاه بیروت خطوط هوایی غربی پروازهایشان به پایتخت لبنان را لغو کردند واکنشی شاید به این جلسه دیشب کابینه امنیتی اسرائیل به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور چراغ سبز نشان داد برای تصمیم درباره کم و کیف پاسخ به حزب الله بعد از حمله راکتی پریروز که در آن کودکان و نوجوانانی از اقلیت دو روز کشته شدند در شهرک مجدل شمس در بلندی های جولان که تحت اشغال اسرائیل است آقای نتانیاهو در سفر امروزش به این منطقه تقصیر را دوباره گردن حزب الله انداخت حزب الله دست داشتن در این کشدار را رد کرده حزب هزبالله. هزبالله که مورد حمایت ایرانی یک موشک ایرانی رو شلیک کرد که جون دوازده انسان بیگناه رو گرفت دوازده کودکی که داشتن اینجا فوتبال بازی میکردند و متاسفانه نتونستن خودشون رو به پناهگاه برسونن <applause> اما همه از آقای نتانیاهو استقبال نکردند این جمعیت برای تظاهرات آمده همین باعث شد نخست وزیر اسرائیل زودتر از موعد برگردد این حمله امروز در جنوب لبنان هم شاید بخشی از تلافی اسرائیل باشد حزب الله گفته دو نفر از اعضایش کشته شدند تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله پس از آغاز جنگ در غزه شروع شد اما محدود و پراکنده حالا اما ممکن است آتش جنگ تمام ایار دامن منطقه را بگیرد امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با همتای فرانسویش امانوئل مکرون تهدید کرد که اگر اسرائیل به لبنان حمله کند تبعات جدی برای اسرائیل خواهد داشت دیروز رجب طیب اردوغان هم وارد گود شد با تهدید نظامی بی سابقه رئیس جمهوری کشوری که عضو است هم پیمان اسرائیل اسرائیل فلسطین ما باید خیلی قوی رفتار کنیم که اسرائیل دیگه نتونه کارهای احمقانه این شنینی رو با فلسطین بکنه. همونطور که وارد غرباخ شدیم، وارد لیبی شدیم، با اسرائیل هم میتونیم همین کار رو بکنیم. دلیلی نداره نکنیم. همین تهدید جنگ لفظی بین دو کشور را کلید زد. وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس پاسخ آقای اردوغان را داد. اردوغان راه صدام صد را رو می رود و اسرائیل را تهدید به حمله می کند. فقط یادش باشد که آنجا چه اتفاقی افتاد و چطور تمام شد. حساب رسمی وزارت خارجه ترکیه هم در همین شبکه اجتماعی بنیامین نتانیاهو را با هیتلر مقایسه کرد. همانطور که کار هیتلر نسل کش به پایان رسید، کار نتانیاهو نسل کش هم به پایان می رسد. همانطور که نازی های نسل گشت به سزای اعمالشان رسیدند، آنهایی که سعی می کنند فلسطینیان را نابود کنند هم تقاس پس خواهند داد. اوایل امسال هم ایران در اقدامی بی سابقه مستقیم به اسرائیل حمله کرد. با موشک و پهباد. به تلافی حمله منصوب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق که چند فرمانده سپاه را کشت حالا در صورت حمله اسرائیل به حزب الله آیا ایران هم به نفع متحدش وارد میدان می شود و آیا آتش جنگ به کل خاورمیانه سرایت می کند پرهام قبادی، بی بی سی